بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر و عمرتون پربرکت. دمدمای نیمه تابستان هستیم و رسیدن به نیمه مرداد ماه. البته یه سری دارن برنامه 12 مرداد میبینن، یه سری هم صبح روز 13 که تکرار برنامه و بازپخش شما لازم میکنند. این هم گفتم برای اینکه خیلی سوال میشه آقا برنامه‌تون تکرار داره یا نداره. بله، حدود 6 صبح روز بعد غیر تعطیل برنامه ما تکرار میشه. انشالله که همونطور که تا الان میدیدید و ما رو بهرمند از نظریاتتون میکردید، همچنان این لطف رو از ما دریغ نفرمایید. مثل چون این روزی در هفته بحثمون بحث سفره پاک و لقمه حلاله که استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج محمد رضای حاج ابوالقاسم اون رو بیان میکنند. بهشون سلام عرض میکنم و خیلی ممنون که باز فرصت گذاشتید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان ارجمند و امیدوارم که در این روزهای گرم تابستان بتوانند با بهره بردن از معارف اهل بیت علیهم السلام صفا و صمیمیتی در خانه و کاشانشون انشالله حاکم بکنند و لذت ببرند انشالله. ممنونم جناب علی. در برنامه گذشتمون اشاره به این موضوع داشتید که ما اون کالاهایی که هیچ استفاده حلالی نداره در بیانش به سه قسمت تقسیم میکنیم. یکی اونهایی که به اعتقادات لطمه وارد میکنه، یکی اون کالاهایی که به لحاظ اخلاقی اخلاق رو تخریب میکنه و لطمه وارد میکنه. این دوتا توضیحاتش در حد بضاعت زمانی داده شد. شق سوم فرمودید که اونهایی که در تعارض و مخالفت با شارع مقدس و احکام فقهی است. اینو توضیح نفرمودید. بله، در خدمت شما. خواهش میکنم. انشالله همونطوری که فرمودید امروز به بخش سوم میپردازیم، خرید و فروش یا تولید یا توزیع کالاهایی که دستورات عملی شارع مقدس رو زیر پا میگذاره و استفادهش استفاده حرام در عرصه عمل هست. من اول یه روایتی تقدیم بکنم از رسول گرامی اسلام که فرمودن که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خدای متعال وقتی چیز رو حرام میکند بهای اون چیز رو هم حرام میکنه. بنابراین این قاعده کلی در این بخش سفره پاک که پیرامون درآمدهای حرام داریم صحبت میکنیم اینه که هر چیزی که حرامه و حق استفاده ازش نداریم، درآمدی هم که از قبل اون چیز به دست میاد حرامه. مثلا یکی از نمونهایی که قبلا توضیح دادیم مشروبات الکلی. بها و ثمنی که از قبل مشروبات الکلی به دست میاد حرامه، چه در ناحیه تولیدش، چه در توزیعش، چه در خرید و فروشش، حتی در اجاره مکانی برای تهیه و تولید چنین کالایی. هر گونه ایفای نقش و ایفای سهم در مسیر تولید تا توزیع این کالا حرامه و هر بهایی و اجرتی که شخص در این مسیر به دست بیاره مصداق بارز مال حرام و در نهایت سفره ناپاک خواهد بود. خب این قاعده کلی که هرگاه چیزی حرام است، ثمنش یعنی بهایی که پولی که از قبل اون به دست میاد هم حرام است. در این بخش خب موضوعات بسیار متنوع. من یه دسته‌بندی کردم، حدود 8-9 قسم موضوعات هست که من فهرستش رو الان میگم، بعد وارد میشیم یکی یکی. و میخوام درخواست بکنم از بینندگان ارجمند، ممکنه گاهی مصادیقی به ذهن بینندگان برسه، کالاهایی که فقط استفاده حرام داره و چه بسا یه عده‌ای از قبل این کالا دارن امرار معاش میکنن. خوشحال میشیم که با پیامک‌های خودشون بحث ما رو تکمیل بکنن. اگر موردی جا افتاده هست بگن. من محورهای کلیشون میگم. یکی کالاهایی که پیرامون خوردن و آشامیدن ما با اونها سر و کار داریم. دوم مربوط به پوشاک هست. البته بخش‌هایش رو قبلا گفتیم ولی به صورت کلی و جامع در این برنامه بهش اشاره میکنیم. سوم آلات لهو و لعب هست، مثلا ابزارالات قمار. چهارم وسائلی که برای جاسوسی ازش استفاده میشه، مثلا نرم افزارهای هکر
که حالا بعداً بحثش رو مفصل مطرح میکنیم. پنجم، وسائلی که برای فریب مردم استفاده میشه، مثلا پول تقلبی، مثلا دستگاهی که باهاش برنج مصنوعی درست میکنن که این هیچ خاصیتی نداره الا فریب دادن مردم و تقلب و جعل دستگاه جعل اسکناس مثلا. ششم، لوازم مردم آزاری. مردم آزاری حرامه و یه لوازمی هست که این اصلا مال مردم آزاری ساخته میشه. حالا اجازه بدید بعدن مثالاشو مفصل تر بگیم. یه قسم خاصش مثلا یه نوع خاصی از ترقه ها هیچ خاصیتی نداره الا آزار دادن مردم، اینا تولیدش، توزیعش، خرید و فروشش همه حرام. و هفتم، اون چی که در مورد مسائل جنسی مطرح هست. هشتم، اون چی که از اسباب و لوازم منزل مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین در هشت محور فعلا با استقصاء بنده باید وارد بحث بشیم. حالا چند برنامه به طول بی انجامه نمیدونم، اما همونطوری که عرض کردم اگر بینندگان ارجمند پیامک هایی بدن و در خارج از این محورها هم مثال هایی به ذهنشون برسه بگن، برنامه جامع تر خواهد بود. اینم عرض بکنم، من ممنون هستم از همه بینندگانی که پیامک میدن. بسیاری از مسائلی که الان داره مطرح میشه این نتیجه پیامک های متعدد بینندگان عزیز در ماه های گذشته هست. همونطور که هستاری بارها اشاره فرمودید، هم جناب عالی هم بنده تک تک پیامک های بینندگان رو به دقت میخونم. اگر سوالاتی باشه که جنبه عمومی داشته باشه و قابل طرح در رسانه باشه، هر چند برنامه یک بار میاییم و میگیم. بعضی از موارد هست من ببینم یه پیشنهادی است یا یک موضوعی طرح شده که احساس میکنم این موضوع میتونه در قالب یکی از موضوعات مورد استفاده ما اصلا یه برنامه رو به خودش عنوان محتوایی میشه اصلا عنوان محتوایی میشه. علاوه بر خواهش میکنم که هر نکته‌ای به ذهنشون میرسه، هم از انتقاد، پیشنهاد، تشکرم بفرمایید. خب ما بعدمون نمیاد، اما نمیخوام زحمت بدیم بینندگان رو که حالا تشکر بکنن. اگر انتقاد دارن من واقعا خوشحال میشم و استفاده میکنم. پیشنهادم دارن واقعا بهره میبرم و در برنامه ها مورد استفاده قرار. خدا به شما خیر بده، ممنونم. پس هم این هشت عنوان رو اگر عنوان دیگری به ذهنشون میرسه بیان بکنند با پیامک، و همین که وارد این عناوین شدیم با اجازه شما، شما البته بعضی ها رو با تناسب زمانی میخواین بیان بکنید، اما باز اگر که نمونه هایی توی این هشت عنوان هم دارن بگن اگه اجازه بدین، خود عنوان کالا، عنوان محصول رو هم بگن همینطوره. استفاده میکنیم. خیلی خوب، ممنونم از این تواضع جناب عالی و همراهی جناب عالی و از طرف خودم و همکارانم و بیننده های ارجمند برای این دقت و وقتی که شما میذارید برای بررسی و واکاوی تک تک پیامک ها. ازتون واقعا تشکر میکنم، ممنونم ازتون. البته همه مهمون های تلویزیون معمولا فرصت مطالعاتی میگذارن و قائل میشن برای حضور در رسانه، منتها بعضیا بیشتر. آقای دکتر حاج ابوالقاسم عزیز ما از اون مهمانان بزرگواری هستند که خیلی فارغ از فضای برنامه وقت میگذارند، مطالعه میکنند هم پیامک ها رو هم موضوعات رو، و نظراتی که در برنامه بیان میکنند سعی میکنند به اتقان و وثوقی برسه. تشکر مضاعفم رو تقدیمشون میکنم و با اجازه ایشون و شما بخشی رو تقدیم میکنیم. وارد میشیم توی اون هشت عنوانی که بیان کردن. مورد اول، با اجازه ایشون باز میگم که خوردنی ها و آشامیدنی ها و بلعیدنی ها و همه اون چیزهایی که ورودی های بدن ماست و جسم ماست. بله درست میگه، همیشه درست. عنوان کلی داد بهش. بله. بسم الله. دنبال کشف حلال بروی، رزق پاک طلب کنی، نان حلال بخوری، اصلا قدر خودتون رو، عظمت و شخصیتتون رو مفت از دست ندهی، اصلا از دست ندهی. حیف از این حقیقت تو آلوده بشه و به حرف ناروا، ولو در باره دشمن، ولو در باره دشمن، به حرف ناروا، ولو در باره دشمن، به خوراک حرام آلوده. شبهناک. امام باقر از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جناب کلینی در کافی فروع کافی نقل می‌فرماید که در حجة الوداع به مردم فرمود: الا ان الروح الامین نفس فی روحی
جبرئیل در جان من القا کرد، الهام کرد، وحی آورده انهو لا تموت و نفسون حتی تستکمل رزقها. حواست جمع باشه، دلت تپ تپ نکنه، خاطر جمع باش تا دفتر رزق تو به پایان نرسید، حسابت بسته نشده، از اینجا درد نمیری. اون اندازه‌ای که در قضای الهی، قدر الهی، نظام احسن حق باید به تو برسد، میرسد. کاری نکن که جای حلال را حرام بگیره. بله، یک نهاری امروز محل داشتی از جناب خدا، این روزی، این غذا، این نهار باید خورده بشه. این غذا تو را اجوب آفرید و غذایت میدهد. دیگه به حرام پرش کردی، حلال که پیدا شده دیگه نمیخواد مزاج، این غذا حرام رو دیگه گرفته و این حرام آمده جای حلال را گرفت. بعد حسرت و رنگ پلید و پینه و وصله و چه و اینها از این رنگ حرام، از این غذای حرام میمونه. حال که اینه، یک چنین دفتر و برنامه‌ایه، فتق الله عز و جل، از خدا بپرهیزی و اجملو فی طلب، کسب حلال داشته باشید، پاک داشته باشید در حرفتون، در ترازویتون، در داد و ستدتون خلاف نداشته باشی، قضا را آلوده نکنی، اجملو فی طلب، دنبال کسب پاک بروی، حلال بروی. در بخش اول که خوراکی ها و آشامیدنی ها یا به تعبیر حسداری در یک نگاه جامع، هر آنچه که از طریق دهان وارد بدن می شود که حالا در ذیلش مواد مخدر، سیگار، قلیون رو هم اضافه خواهیم کرد، چند نکته رو اشاره میکنیم. مشروبات رو قبلا مفصل بحث کردیم، بنابراین الان دیگه وارد بحث مشروبات نمیشیم، فقط تأکید میکنیم که خدای متعال در قرآن کریم سوره مائده آیه 90 فرموده است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. بعضی‌ها دوست دارن بدونن کجای قرآن حرمت خمر آمده. سوره مائده آیه 90 می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، چند چیز هست که اینها پلید است که اولین اونها شراب هست. حالا ما چون در این باره مفصل برنامه‌های متعددی داشتیم، دیگه از این رد میشیم. اما یه سوالی رو خیلی از بینندگان ممکنه تو ذهنشون باشه که من دیدم در استفتاءات از مراجع معظم تقلید زیاد پرسیدن. شکلات هایی است که از خارج آورده میشه، احتمال میدن این شکلات ها مشتمل بر مثلا الکل باشه، آیا خریداری اینها و خوردن اینها مجاز هست یا خیر؟ و یا بعضی از مواد غذایی مثل شکلاتی که احتمال میدن توش ژلاتین به کار رفته باشه، ژلاتین هم مایعی است که برای ساخت شکلات و اینجور مواد غذایی به کار میره و میتونه از حیوانات حلال گوشت و ذبح شرعی شده تهیه شده باشه، مثلا از استخوان گاو یا بخشای بدن گاو تهیه میشه، یا حیوانات حرام گوشت مثل خوک. ولی خب این سوال مطرحه که مثلا شکلاتی است نمیدونیم درش الکل یا ژلاتین حرام به کار رفته یا نه. در اینجا یک پاسخ مشترک این است که هر چیزی رو که انسان نداند که آیا درش مال حلال، مال حرام، خوراکی حرام به کار رفته یا نه، این مجازه و میتونه استفاده بکنه. مگر اونچه که از بدن حیوانات گرفته میشه. اونچه که از بدن حیوانات گرفته میشه، این رو باید بدونیم که ذبح شرعی شده. ولذا ژلاتین اگر میدونیم تو این کالا به کار رفته، اگر میدونیم ژلاتین درش به کار رفته، ولی نمیدونیم ژلاتینش از حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت، نمیدونیم. وقت ژلاتین همش، من اطلاعاتی ندارم، ژلاتین همش از حیوان تهیه میشه ظاهرا اونطور که من تحقیق کردم. بله، مواد اولیه‌اش از استخوان گیاهان و اینا نداریم، ظاهرا از استخوان حیواناته، حالا یا گاو یا خوک هست. ولذا اگر بدونن ژلاتین هست، ژلاتین حیوانی، حالا اگر باز بینندگان اطلاع دقیق تری داشته باشن که ژلاتین غیر حیوانی هم داریم، اونقدر که من تحقیق کردم ژلاتین نوعاً از حیوانات و از بخش‌های بدن گاو
یا خوک تهیه میشه. اگر بدونن که ژلاتین توش هست، پس باید بدونن که این حیوان هست. اما اگه احتمال میدن ژلاتین، شاید اصلا نداره ژلاتین، هیچ اشکالی نداره. و همینطور در مورد الکل، اگر احتمال میدن توش الکل به کار رفته، یقین ندارند، تحقیق هم لازم نیست بکنند. اینجا ما قاعده ای داریم، کل شیء لک حلال، میتونید استفاده بکنید. خدای متعال کار رو آسان کرده بر ما و وظیفه برای تحقیق هم نداریم. و اما اگر بدانیم الکل توش به کار رفته، یعنی رو بعضی از این بسته‌بندی ها می نویسن مثلا الکل توش به کار رفت، آیا خریداری این جور شکلات هایی که توش الکل هست مجاز یا مجاز نیست؟ من اینجا متن فتوای چند نفر از مراجع معظم تقلید رو میخونم، چون مطلب یه قدری اختلافیه دیگه، هر کسی بر اساس نظر مرجع خودش عمل میکنه. مقام معظم رهبری فرمودن به طور کلی الکل‌هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند محکوم به طهارت هستند. یعنی چی؟ یعنی ما دو جور الکل داریم. یه الکلی هست که اصالتاً مست کننده است، یعنی کسی این الکل رو بخوره، مثلا یه لیوان از اینو بخوره مست میشه. اگر از این نوع الکل حتی یه قطرش توی شکلاتی به کار بره، این حرامه. اما اگر از نوع الکلی است که نه مست کننده نیست، حالا طبعا هر مقدار از این الکل تو اون شکلات به کار رفته باشه، بفرماید محکوم به طهارت است و استفاده از مایعاتی که با آنها مخلوط شده ان اشکال ندارد. خب حالا ممکنه بینندگان بگن ما نمیدونیم که این الکل از این قسم یا از اون قسمه، تا پای شک در میان آمد میشه حلال. رضا فرمودن و در صورت شک محکوم به طهارت است. این راجع به نظر رهبر معظم این قسم. از اون الکلی که غیر مست کننده است ما توی آفریده های خداوندی مثلا تو بعضی از میوه هام داریم. داره. آره. میگن بعضی از میوه ها هستن که الکل توشون هست، اما الکل مست کننده نیست. حضرت آیت الله سیستانی مدظ الله العالی فرمودن که الکلی که در برخی از مواد غذایی وجود دارد و از موادی مثل چوب و مانند آن گرفته شده پاک بوده و خوردن آن مانعی ندارد. خب اینم راجع به فتوای ایشون. اونتا فرمودن مگر اینکه به حد سکر و مستی برسد، یعنی درصد الکلش اونقدر بالا باشه که مست کننده باشه، که اون حکم دیگری دارد و حرام است. طبعا اگر اینجور باشه، وقتی شد حرام، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، قاعده کلی یادمون باشه. بحث ما در اومده حلال و حرام، اینا رو داریم میگیم که مشخص بشه کجا خریداری کردن یا فروختن حلال، کجا حرام. اگر الکل مست کننده درش هست، خریدن، فروختن، جابجایی، تولید و همش حرام، فعالیت‌های پیرامونیش حرام است. الان تو این قسمت ببخشی، تو قسمت دوم مرجع بزرگوار دوم آیت الله مکارم فرمودی؟ نه، آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی. اون قسمت دوم که فرمودی مگر آن که سکر آور باشد، اون وقت این حکم برای افراد مختلف فرق میکنه؟ نه 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 نه. ممکنه یکی مست بشه، نه. یکی نشه. اگر نوع مردم مست میکنه، هر برای همه حرامه. ولی یه کسی اینقدر مثلا بدنش هر چی بخوره باز اصلا مست نشه. این کالا مست کنه. درست. حضرت آیت الله مکارم مدظ الله العالی فرمودن جائز نیست. نیست. یعنی دیگه تفصیلم ندادن. شکلاتی که میدونیم توش الکل به کار رفته، فرمودن خریداریش جائز نیست. ولی چون اینجا مسائل مختلفه دیگه، هر کس بر اساس فتوای مرجع خودش. طبعا خریداری کردن و فروختن و درآمد هم متناسب با فتوای مرجع متفاوت میشه. برای یه آقا این درآمد حلاله، برای یکی حرامه. ما تابع احکام شرع هستیم. اگه به احکام شرعی عمل بکنیم قطعا آسیب نخواهیم دید. البته این اختلاف ها هم طبیعی است. چرا؟ چون مسائل تخصصی است و هر قد تخصص جلوتر میره، به خاطر دقت نظرها اختلاف ها بیشتر میشه. شما دیدید در بیماری های عمومی ممکنه به هر پزشکی مراجعه بکنی یه شربت اکسپکتوران مثلا به شما بده، اما وقتی یه مقدار بیماری پیشرفته تر میشه، کاری خود تخصصی تر میشه، نظرات پزشکی یکی میگه شما اگه عمل نکنی میمیری، دیگری میگه شما اگه عمل بکنی میمیری، هرگز نباید عمل بکنی، یکی میگه باید پای شما قطع بشه، دیگری میگه نه اصلا نباید. طبیعت تخصص اینه که توش اختلاف در میاد، منتها اون چیزی که مهمه اینه که ما باید به موازین شرعی عمل بکنیم. یعنی اون کسی که از نگاه ما با
با تحقیقی که انجام دادیم اعلم هست، فتوای او برای ما حجت شرعی خواهد بود و فردای قیامت میتونیم در پاسخ به سوالاتی که از ما مطرح میشود استناد بکنیم به فتوای یک مرجع جامع الشرایط و قابل استناد. آقای دکتر حاج ابوالقاسم، من خواستم اینو بپرسم، جناب علی خودتون با اون کیاستی که دارید بیان کردید، من تا یه خورده بیشتر توضیح بدید. ما اینجا یه پرانتزی باز بکنیم، پرانتز محتوایی. مگه نه اینکه حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، بالاخره یک حکم، حالا این نظری که بیان میشه ها، یه حکم داریم دیگه، این یا حلاله یا حرامه. الان این همین موضوع، همین مستاق بگیم، شکلاتی که درش الکل به کار رفته است، الان 4-5 مرجع بزرگوار و واجب و تکریم رو شما استفتایشون رو و فتواشون رو بیان کردید، هم سوالی که شده هم فتوایی که دادن، اینا با هم تفاوت میکنه، گاهی تفاوت کاملا مخالفه. یعنی یه جایی میگن آقا حلال، همون رو یه بزرگوار دیگری میگن حرام، ولی ما اون قاعده کلی رو داریم، بالاخره یا حلال یا نیست دیگه. چطور اینها رو میشه تو ذهن به یه نتیجه رسید؟ یه خودش رو توضیح دادیم. بله، حالا ما در علم اصول فقه یه بحثای بسیار مفصلی درباره همین مسئله داریم، یعنی همه فقها به این توجه داشتن، فرمودن ما یه احکام واقعی داریم، احکام واقعی یکیست، دوتا نیست، بالاخره هر مسئله این حکمش در واقع یا حرمت هست یا حلیت. بله. دوتا نیست، دوتا حکم نداریم، یه حکم ظاهری داریم. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی ما که مثل امامان معصوم سر چشمه معارف ناب و زلال بدون شک و شبهه ننشستیم که هر حرفی میزنیم این واقع باشه. امامان معصوم هرچی میگن این واقع. ما بر اساس موازین و ادله و ضوابط شرعی استنباط میکنیم. طبعا این استنباط ممکن است مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. اما سوال، ما مجازیم به صرف اینکه شاید فتوای این آقا مطابق واقع نباشه به فتوای او عمل نکنیم؟ نه، شاید هم باشه. جواب این است که خیر، چون شاید هم مطابق واقع باشه. و از سوی دیگر ما راهی نداریم به واقع، ما چاره ای نداریم الا اینکه به نظر کارشناس عمل بکنیم. دقیقا همین سوال و همین نکته که فرمودید در مراجعه به دو تا یا سه تا پزشک هست. ببینید، یه پزشک میگه شما حتما باید عمل بکنید و اگر عمل نکنید ظرف یه هفته دیگه از دنیا میرید. پزشک دیگر میگه که شما اصلا نباید زیر بار عمل جراحی برید و اگر زیر بار عمل جراحی برید خواهید مرد، اگر نرید ممکنه 10 سال دیگه هم عمر بکنید. خب سوال، واقعیت که یکی از این دو تاست، بالاخره هم این آقا هم اون آقا هر دو که درست نمیگن. بله. بالاخره در واقع یا این عمل جراحی به ضرر بنده است یا به نفع بنده است. این قضیه در واقع دوتا و ستا نیست. اما به حسب ظاهر ما باید چیکار بکنیم؟ اینجا همه عقلای عالم میگن شما ببینید اون پزشکی که متبحرتر است، کارآمدتر است، با تجربه تر است، او چی میگه؟ به حرف او عمل بکنیم. سوال، آیا من احتمال نمیدم این پزشکی که الان دارم به حرفش عمل میکنم اتفاقا تو این یه مورد اشتباه کرده باشه؟ اون پزشکی که در رتبه علمی به حد ایشون نمیرسه او درست گفته باشه؟ چرا، احتمالش رو میدم. اما این احتمال مجوز کنار گذاشتن توصیه های پزشک متبحر نمیشود و اگر این کارو بکنم مردم منو ملامت میکنن، میگن تو چطور تونستی با نسخه و توصیه که یک طبیب حاذق و متبحر و درجه یک در این رشته به شما ارائه کرده مخالفت بکنی. ولذا اینکه اختلاف فتاوا هست طبیعی است. اینکه این فتاوای مختلف معناش این نیستش که احکام واقعی چند تاست، اینم درسته، حکم واقعی یک چیزه، اما همه این حرفا دلیل نمی شود که بنده در مقام عمل نسبت به فتوای مرجع تقلیدم ذره ای سستی به خرج بدم، چون فردای قیامت من رو بر اساس احکام واقعی مورد مؤاخذه قرار نمیدند، من رو بر اساس نظریات مرجع تقلیدم مورد مؤاخذه قرار میدن. چرا؟
چون من که اطلاع از احکام واقعی ندارم و تقلید کردم. تقلید کردم. به من میگن تو وظیفت این بود که از نظر این آقا پیروی بکنی. چرا پیروی نکردی؟ آقا من حجتی نخواهم داشت. ولذا حتما باید مسئله تقلید رو جدی بگیریم و در موارد اختلافی ما مشخص بکنیم نظر مرجع تقلیدی که باید از او پیروی بکنیم کدام نظر مرجعمون رو مشخص کرده باشیم. طبعا تو همه مسائل هم از همون مرجع پیروی بکنیم. و این اعلمیت برمیگرده اون اول، یعنی انتخاب مرجع. انتخاب مرجع خیلی مهمه. اینکه بعضیا در انتخاب مرجع سستی به خرج میدن یه جاهای خودشون نشون میده. الان ممکنه از بعضیا بپرسی مرجع تقلید که نمیدونم. میگه فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. مثلا فلان بزرگوار. چرا فلان بزرگوار؟ چون پدرم تقلید میکرد. یا میگه چون مال محله خودمونه. ما مال یه شهری، همشهری بودن که دلیل نمیشه. یا مثلا میگه فرض کن ایشون چهرهش زیباتره. این که ملاک نمیشه. اینا در ادله اعلمیت نیست هیچ کدوم. خیر. قطعا اینطور نیست. خیلی خب. حالا اگر یه وقتی البته ما بحثمون احکام نیست. بله. اگه وقتی فرصتی شد و صلاح دیدین یه خورده راجع به این موضوع تقلید و انتخاب مرجع هم صحبت بکنید که واقعا تو این وانفسای تکنولوژی امروز این نکته اساسی رو بعضی از افراد، نمیگم خیلی ها، نمیگم اندکی، بعضی از افراد مورد غفلت قرار دادن. موضوع بسیار مهمی است. اگه صلاح دیدین یه وقتی راجع بهش فرصت بذارین. خوبه صلاح میدونین اصلا. بله بله. به نظرم نکته مهمیه. بله. منتها خب ما وعده دادیم این بحث رو فکر کنم 3 سالی بکشه. حالا این بحث تمام بشه بعدش ان شاء الله. حالا این 3 سالو بکنید 3 سال و نیم 6 ماه راجع به تقلید صحبت کنیم برام ان شاء الله. بسیار خوب، متشکرم. لطفاً بخش دیگری که دوستان من برای شما آماده کردند ببینید و بشنوید. برگردید که این حدود 16 17 دقیقه باقی مونده از گفتگومون رو در خدمتتون باشیم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا سيد السادات يا مجيب. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خداوند در پی یاری مؤمن است تا وقتی که مؤمن در پی یاری برادر خویش است. بهار الانوار جلد 74 صفحه 322. بسیار خوب، در ادامه این موضوعات که جناب عالی فرمودین من میخوام روی یه موضوع خود لطفاً توقف بیشتری بکنید. یه موضوع دیگر هم جواب اولون دومی رو بگم. آدامس هایی هم که بعضیش میگن احتمال وجود الکل توش هست همین حکم داره؟ اونم دقیقا همینطوره. فقط آدامس نیست، چیزهای دیگه هم هست که سوال شده. مثلا از رهبر معظم انقلاب سوال شده ماده ایست به نام کفیر، حالا یا کفیر یا کفیر، تلفظ دقیقش رو من نمیدونم، که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. بعد میگن که هنگام تخمیر 5% یا 8% الکل در ماده به دست در ماده به دست آمده وجود به وجود می آید. یعنی بر اثر تخمیر اینجوری میشه. بله. منتها خود سوال کننده گفته که این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمی شود. آیا از نظر شرعی استفاده از این ماده مانعی دارد یا نه؟ جواب دادن که باز همون جواب قبلی. بله. یعنی میخوام عرض بکنم فرقی نمیکنه این مسئله درباره آدامس باشه، شکلات باشه یا مواد لبنی باشه، صنایع غذایی باشه. فرمودن اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد بنابر احتیاط نجس و حرام است. اون ماده خودش مست کننده باشه. این نکته رو من توضیح بدم. یه وقت کسی میگه خب ما چون کمه و مقدارش ناچیزه مست نمیشیم ولی زیاد باشه مست میشیم. ببینید یه بحث کمیت این الکل، یه بحث درصد الکل این ماده است. اینجا نباید اینا با هم قاطی بشه. فرمودن حتی اگر به دلیل کمی آن الکل و مخلوط شدنش مسکر نباشه ولی ذاتاً مست کننده است. این کالا رو نباید بخوری. ببینید وقتی یه چیزی مست کننده است مثل شراب، حالا یه قطعش رو میریزن توی یه پاتیل مثلا فرض کنید شکلاتی که دارن درست میکنن، خب ما که مست نمیشیم بخوریم ولی حرامه، چون ماهیت اون شراب ماهیتش مست کننده است. و
علاوه رهبر معظم انقلاب به این تأکید دارن، میفرمان که اگر ماهیتش مست کننده باشه، ولو الان به خاطر اینکه مقداری که تو این شکلات از اون ماده مست کننده ریختن کمه، من مست نمیشم، این حرام خوردنش. اما اگر ماهیت اون الکل مست کننده نباشه، این اشکال نداره. و باز اگر شک بکنیم، فرمودن حلاله. این قاعده کلی اینجا حمله بر حلیت باشه، حمله بر حلیت میشه. خیلی خوب، یه سوال دیگه راجع به این بحث ژلاتینی بود که شما منظمش کردید به بحث شکلات. بله. اما خود ژلاتین اساساً موضوعیت داره، حالا پودر ژلاتین باشه، ورقه های ژلاتین باشه، این چیزایی که تولید ژله میشه، همون منظورتونه؟ بله بله. اینا چی؟ چون اینا هم خیلی خودش اینا هم همین قابل استفاده است. اگر از مسلمان بخریم اشکال نداره، اما اگر از خارج وارد میشه، آها، این که از مسلمان بخریم 100% حکم حلیت داره. اصلا نیاز به تحقیق هم نیست. مثل گوشت دیگه، گوشتی که از مسلمان میخریم حلاله، نیاز به تحقیق هم. بعد اون وقت ما که خودمون نمیریم از خارج بخریم که، حالا غالبا اینطوری نیست. ولو وارد کننده مسلمانی باشه برای ما کافی. من میخوام اینو عرض بکنم، میخوام بگم ما غالبا تو شهر و کشور خودمون خرید میکنیم. بله. و همه تقریبا بله. مسلمان هستن. بله. همش حلال. همش حلال. ولو اون که از خارج وارد، ولو از خارج وارد شده. ولی اون کسی که وارد کننده است باید بررسی کنه. اون باز از کی میخره؟ اگه تو خارج کشور از غیر مسلمان میخره. بله، اون باید بررسی بکنه. از مسلمان بخره که معلومه. از غیر مسلمان بخره چیکار کنه؟ بررسی بکنه، باید تحقیق بکنه. بله. بسیار متشکرم. خواهش میکنم. این نوع دوم تموم شد. مشروبات الکلی، بعدم شکلات ها و خوردنی ها. بله. مثل آدم و ژلاتین. یک مصداق دیگه هم داره، چون ما قرار شد که اونم که فرمودین، ببخشید من نگاهی الان کردم تو این فاصله، کفیره و از کیفور و اینها ظاهرا گرفته میشه. آها، یعنی که الان مثلا دوغ کفیری هم درست داریم و ماست کفیری. تلفظ هم درستش همون کفیره. بله، چیزی بله. که الان دیدم. بله. عرض کنم که حالا به مناسبت، چون عرض کردیم اون چه که از طریق دهان وارد بدن می شود رو می خواهیم بهش بپردازیم، مواد مخدر رو هم می خواهم در این بخش بهش بپردازم که در همین بخش قرار می گیره. کالاهایی که هیچ استفاده حلالی نداره برای نوع مردم، و طبعا خرید و فروش و تهیه و تولیدش حرام هست. اول بعضی میگن در قرآن آیه‌ای داریم که مثلا تریاک هروئین رو من کرده باشه. جواب این است که لازم نیست برای همه چیزایی که حرامه ما یک دلیلی داشته باشیم که اسم اون کالا رو بالخصوص برده باشه. ما یه قواعد و ضوابط کلی داریم که شامل اینها میشه. مثلا در سوره بقره آیه 195 خدای متعال میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیفکنید. خب سوال، کسی که هروئین مصرف میکند، کسی که شیشه مصرف میکنه، کسی که مواد مخدر سنتی و غیر سنتی رو استفاده میکنه، آیا این با دست خودش رو به هلاکت نیافکنده است؟ چرا، حتما همینطوره. اینو همه عقلای عالم امروز بر این اتفاق نظر دارن. مصداق بارز این آیه شریف است. حالا من فتوای حضرت امام رو بخونم. فرمودن هروئین حرام است، ارتزاق به آن جایز نیست، یعنی کاسبی کردن، درآمد داشتن از قبل خرید و فروش هروئین. اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورتی که ضرری بر او لازم نیاید باید آن را ترک کند. یعنی معتادا دو جورن، یه دسته هستن اگه ترک بکنن میمیرن، خودشو به بدبختی انداخته که دیگه الان مجبوره، بر اون حرام نیست. اما کسی هست که میتونه ترک بکنه، فرموده است که باید آن را ترک بکنه. خرید و فروش یا کشت میفرماید منوط به مقررات دولت اسلامی و تخلف جایز نیست. خب امروز هم خرید و فروشش ممنوعه، هم کشتش ممنوعه، و در مواردی که استفاده حرام میخواد بشه اصلا قانون جمهوری اسلامی هم لازم نیست. میدونیم یه جوانی است میخواد اینو بخره بره معتاد بشه، این فروختن به او حرامه، خریدن او اصلا حرامه، و ارتزاق و کاسبی با این موارد حرام هست. اون وقتی ماده مخدر یه وقت توسط یه طبیب و پزشک بزرگواری حکم درمان پیدا میکنه، اون درمان پیدا اون اشکال نداره، اون استفاده حلال میشه. این استفاده دارویی استفاده حلاله، استفاده مجازه. طبیعتا از داروخانه هم که میرم با نسخه پزشک این رو خریداری میکنم برای درمان بیمارم، این چون استفاده حلال داره، این مجاز خواهد. فقط مواظب باشیم یه وقت خوشمون نیاد بعد از درمانم بخواد
ادامه بدیم دیگه، از اونجا به بعدش تا مقداری که دکتر و پزشک مشخص میکنه برای درمان. بله بسیار. اصلا اینجور داروها معمولا فروش بدون نسخه پزشکش هم ممنوع است. داروهایی که توش مورفین به مقدار زیاد هست که مسکن بعضی از بیماری‌ها واقعا قابل تحمل نیست، باید یه مسکن قوی به شخص بزنن. اینا حالا بعضیش مواد مخدر توش هست، خب اینا خرید و فروشش در این موارد خاص مجاز. مقام معظم رهبری هم فرمودن استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها مطلقا حرام است به خاطر ضررهای فردی و اجتماعی که بر آنها مترتب است، و به همین جهت خرید و فروش، حمل، نگهداری آنها هم حرام است. بعد تصریح میکنن مگر در مورد معالجه مرض، آن هم به تشخیص پزشک حاذق و مورد اعتماد، که در این مورد استعمال آن به مقدار ضرورت اشکال ندارد. خب این راجع مواد مخدر که بحثش کاملا واضحه و روشن، و اما راجع به سیگار و قلیون هم من میخوام یه نکته عرض بکنم که آیا استفاده از اینها ارتزاق یا در واقع فعالیت اقتصادی پیرامون اونها جایز یا جایز نیست. در مورد سیگار از مراجع معظم تقلید سوال شده. پاسخ مراجع معظم تقلید اینه که عرض میکنم، مقام معظم رهبری فرمودن اگر خلاف قوانین نباشه مانعی نداره. حضرت آیت الله سیستانی هم فرمودن فی نفسه ایرادی نداره مگر قانونی مخالفت ایجاد بکنه با این کار. اما حضرت آیت الله مکارم ایشون فرمودن جایز نیست. حالا این اختلاف فتوا برای خاطر چیه؟ حضرت آیت الله مکارم معتقدن که سیگار وقتی آمارها رو نگاه میکنیم و تعداد مرگ و میر بالایی که به واسطه ابتلای به سیگار در جوامع رخ میده رو بررسی میکنیم، میبینیم سیگار هم مصداق همون آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هست. سیگار یک ضرر متنابه به جامعه وارد میکنه. منتها بعضی از مراجع دیگر معتقدن که این ضرر باید برای شخص متنابه باشه. شاید مثلا سیگار این اندازه به اندازه مواد مخدر، تریاک، هروئین برای یه شخص ایجاد ضرر نکنه و لذا مثلا فرمودن تابع قوانین. اما یه نکته مورد اتفاقه و اون که اگر کسی در اماکن عمومی سیگار بکشد و سیگار کشیدن او مایه رنجش خاطر و آزار و اذیت دیگران بشود، این قطعا حرامه، تردیدی در این نیست. این آزار و اذیت حد داره؟ مقدار داره؟ به اندازه‌ای که شخص ناراحت بشه. میخوام بگم که ممکنه ضرر جسمی بشه، همینطوری که خوشم نمیاد. بله. این بوش اذیت بله. هم میکنه. بو من اذیت میکنه، این بویی که شما داری راه میدید توی محیط من اذیت. این کار حرام؟ بله حرامه. ایذاء مؤمنین حرامه. این صریح قرآنه، ان الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، سوره مبارک احزاب. کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمنه رو آزار میدن بی جهت، اینها گناه بزرگی رو مرتکب شدن. ولذا قلیون کشیدن، سیگار کشیدن طبق نظر حضرت آیت الله مکارم که اصلا جایز نیست. و مقلدین ایشون، چون بعضی از بینندگان سوال کرده بودن، مثلا خواهری نوشته که همسر من سیگار میفروشه، جایزه یا جایز نیست؟ اگر مقلد این شخصیت بزرگوار هستن باید عرض بکنیم جایز نیست. درآمدی هم که از قبل سیگار و قلیون و اینا به دست میارن اشکال داره. اما اگر مقلد دیگر مراجع هستن، خب اگر خلاف قوانین نباشه ایرادی نداره. اما این تذکر رو دادیم به کسانی که میخوان استفاده بکنن که اگر استفاده اونها به گونه‌ای باشد که یک هموطنی اذیت بشود، استفاده اونها به نظر همه مراجع معظم تقلید حرام خواهد و این قوانین یعنی قوانین رایج جمهوری اسلامی. بله. در کشور ما. بله. و هر کشوری تابع خودش. خودش مثلا اینکه کجا ممکنه این تفاوت پیدا بکنه، اینکه ما یه سری سیگارای قاچاق داریم. بله. اینا ورودش و خرید و فروشش در منافات با قانون دیگه. بله دیگه. همون سیگاری که میگن در منافات نباشه اشکالی نداره، اینجا حکم قاچاق که پیدا میکنه اینجاش میشه حرام. بله. درسته؟ بله. وارد کردن کالای قاچاق خب حرامه، ممنوعه. کسی که سیگار ممنوع قاچاق بخره و بکشه اونم باز نه. اون کسی که وارد میکنه، اونی که وارد میکنه، اون از این قبل وارد کردن کالای قاچاق داره درآمد تحصیل میکنه، کار او حرامه. اما اون کسی که از داخل داره میخره، این که کالای قاچاق وارد نکرده که.
این خریده و نمیدونم که این آقا قاچاق آورده به صورت قانونی آورده، اطلاع نداره. ولی بعضیش معلومه کاملا قاچاقه. حالا اگر بدونه این چون اعانه بر اسمش موضوع دیگری پیدا میکنه. اینو بعداً عرض میکنیم. کمک کردن به گناه دیگران هم از مواردی است که در معاملات از این جهت اشکال پیدا میکنه. اما فی نفسه این که این آقا داره خریدی میکنه، حالا خیلی وقتا نمیدونه که این کالا قاچاق وارد شده، به صورت قانونی وارد شده، این مسئولیتی نداره. بسیار خوب، ممنونم. ما تا پایانمون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. به نظرم جناب عالی ادامه بدین که خواهش میکنم. پس من یه چند تا مسئله در این باب مطرح شده، اینا رو مطرح بکنم. یکی انفیه هست. انفیه یک ماده است که بعضی ها در بینی خودشون استنشاق میکنن و حالا معتقدن که از نظر پزشکی هم خوبه، ولی خب یه جور اعتیاد میاره و کسانی که از انفیه استفاده میکنن نوعی اعتیاد پیدا میکنن، دیگه نمیتونن کنار بگذارندش. این سوال شده آیا استعمالش جایزه و اعتیاد با آن چه حکمی دارد؟ فرمودن اگر ضرر قابل ملاحظه ای داشته باشد استعمال و اعتیاد با آن جایز نیست. اینو واگذار کردن به خود مکلفین که ببینن ضرر داره یا نداره. بعضی مدعیان که این ضرر که نداره نفعم داره، بعضی میگن ضرر داره، دیگه باید خود شخص تحقیق بکنه. خرید و فروش و استعمال تنباکو که مورد استفاده برای قلیان قرار میگیره، باز فرمودن که فی نفسه اشکال نداره، ولی اگر ضرر قابل ملاحظه‌ای برای شخص داشته باشه استعمال و خرید و فروشش جایز نیست. وقتی کسی هست که برای خود او ضرر متنابهی داره، بیماری ریوی داره، دکترام گفتن دیگه نباید این رو استفاده بکنیم، میره میخره که استفاده بکنه، برای این جایز نیست قطعا. حشیش که باز از مواد مخدر هست، سوال کردن پاکه یا نجسه، فرمودن پاکه، ولی استفادهش فرمودن حرام هست. سوال دیگر هست که استعمال مواد مخدر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماریجوانا که ما الحمدلله خیلی از اینا رو اصلا نمیدونیم چی هست، ندیدیم، نه فرقاشو میدونیم. اونطورا تو سوال هست. سوال اینه به صورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق یا به صورت شیاف چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و سایر راه‌های کسب با این کالاها مثل حمل و نقلشون، نگهداریشون، قاچاق اونها چه حکمی دارد؟ اینا رو فرمودن همش حرام هست و کسب درآمد از این طرق ممنوع هست. یعنی استعمالش فرقی نمیکنه، حالا کشیدن باشه، خوردن باشه یا راههای دیگری که اهلش میدونن. همون ورودی به بدن دیگه، همون تعبیری که فرق. ورودی به بدن. ولو نه از مسیر دهان، از طریق تزریق، اونم همین حکمو داره. کاشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش و یه گیاهان دیگری که باز ما تخصص رو نداریم الحمدلله که اینا به کار مواد مخدر میاد چه حکمی دارد؟ دارن فرمودن که اگر برخلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی باشه جایز نیست، که خب کاشت بسیاری از اینها ممنوعه در کشور ما. آماده کردن این مواد مخدر، مخصوصا مواد مخدر صنعتی، اینا چه حکمی دارد؟ اینا رو هم فرمودن جایز نیست. سوال آخر، اینا هم از مقام معظم رهبری پرسیده شده، آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است؟ کسی میخواد تازه شروع بکنه به سیگار کشیدن. فرمودن که حکم با اختلاف مراتب ضرری که بر استعمال دخانیات مترتب است متفاوت میگردد. یعنی ضررش برای همه یه جور نیست، برای بعضی بیشتر ضرر داره، برای بعضی کمتر. به طور کلی استعمال دخانیات، اینو رهبر انقلاب میفرمان، حضرت آیت الله مکارم که عرض کردم کلا میگن سیگار کشیدن حرام، آقا مقام معظم رهبری میفرمان به طور کلی استعمال دخانیات اگر به مقداری باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه ای برای بدن باشد جایز نیست، و اگر شخص میداند که با شروع آن به این مرحله میرسد نیز جایز نیست. یعنی کسی میدونه حالا الان یه پک به سیگار میزنه ولی این ادامه داره. قرآن هم میفرماید لا تتبعوا خطوات الشیطان، گامهای شیطان، چون شیطان یه دفعه آدم به کارهای بسیار فجیع دعوت نمیکنه، آرام آرام دعوت میکنه.
بسیار خوب. الان اون بحث ورودی های بدن، خوردن و آشامیدن و بلعیدن و موارد مشابه تموم شد؟ تموم شد. عنوان اول از اون 8 عنوان. دست شما درد نکنه. بازم تاکید میکنم فرمایش جناب آقای دکتر حاجی ابوالقاسم رو، اگر موارد و مصادیق دیگری شما به ذهنتون میرسه اینها رو برام پیامک کنید که همیشون ببینن، همیشالا تو برنامه ها مطرح بکنید. از حضورتون ممنونم. داشتم به این فکر میکردم که شما گفتید ما الحمدلله نمیدونیم، برخی از ندانستنها واقعا جای شکر داره. بله. آره، مثل همین چیزهایی که ما الان فرمودین نمیدونیم. خدا رو هزار مرتبه شکر. انشالله که خدای متعال همه مردم عزیز جهان رو، مردم عزیز مسلمان رو، مردم عزیز هموطن من و شما رو، جوانهای عزیزمون رو مخصوصا در امان بداره از این خطوات شیطان و دامهای پهن شده از سوی او. و دعا هم میکنیم، چون تو پیامک های مردم دیدین که وقتی بحث دعا و یه مناسبت های خاص پیش میاد میگن تو رو خدا دعا بکنید برای شفای کسانی که به دام اعتیاد افتادند. خدا انشالله که همشون رو برهانه و رخت پاکی و سلامت به تنشون بپوشانه. ممنونم از همراهی همه شما. از استاد محترم جناب آقای دکتر حاجی ابوالقاسم هم ممنونم. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا